همینطور میبینید در خارج از لوکاس کیرشه هستم. زنگ های کلیسا انسان ها را دعوت میکند تا داخل کلیسا با سکوت دعا میکنند. ما الان روزها بعد از عید پاک هستیم و در راه هستیم. مثل شاگردان عیسی مسیح از ارمگاه خالی یه قبرش به راه هستیم که زندگی مسیح درک کنیم. شاگردان عیسی مسیح به صورت تدریج درک کرده اند که مسیح زنده است. ما همین گونه درک کنیم که عیسی مسیح رستخیز کرده است و الان زنده است. آمین. متن ما امروز از کارهای رسولان 13 نشانهای 38. اما آن کسی که خدا او را زنده گردانید هرگز فساد را ندید. پروانه عید پاک را جشن میگیرد. پروانه دختری از ایران است که الان در لایپزیگ زندگی میکند. در دوران کودکی پروانه میدونست که مسیحیان با شکلات تخم مرغ و شکلات خرگوشت جشن عید پاک برگزار میکنند. همه چیز در تلویزیون دید. دید پروانه از زمان کودکی همینجوری بود. در آلمانی عید پاک با شکلات زیبا و خوشمزه جشن میگیرند. پروانه عید پاک دوست دارد. اما همه چیز در سال 2020 متفاوت است. ویترین مغازه بسته شد. تخم مرغ وجود ندارند. اما بدتر از همه خبرها از ایران بود. زیاد انسانها مرده هستند. در کل جهان زیاد انسانها مرده بودند. و پروانه فکر کرد چه اتفاق افتاد اگه بستگان ما مرده بودند؟ و اگه کسی از خانواده ما مرده است چه کسی جشن تشییع برگزار می کند؟ پروانه غمگین است و در آغوش مادر گریه کرد.
مادر پیشنهاد بعد پیشنهاد دارد و گفت در روز عید پاک یه مراسم مسیحیان روی تلویزیون میبینیم. در جشن در مراسم عید پاک روی تلویزیون کشیش دوباره و دوباره در مورد بلند شدن صحبت کرده. از زمستان بلند شو، از بحران ازدواج بلند شو، از مریض بلند شو، از ویروس کرونا بلند شو. پروانه نمیدونست چرا در زمان بحران باید بلند شود و خود به یکیش متوجه نشود. اما بعد از خود به کشیش با صدای بلند گفت: عیسی مسیح رستخیز کرده است. و جمعیت پاسخ داد: او واقعاً رستخیز کرده است. پروانه عیسی روی صلیب دید و فکر کرد اگه کسی مرگ اینقدر وحشتناک تجربه کرده حتما مرده است و زنده بعد از آن ممکن نیست. و گفت اگه کسی مرگ وحشتناک مثل عیسی مسیح تجربه کرد حتما مرده است. و مدت طولانی در مورد این کلمه فکر کرد. او رستخیز کرد و او الان زنده است. پروانه دید که مادرش اشک‌ها پاک کرد. و از مادر سوال کرد: چرا گریه می‌کنید؟ مادر پاسخ داد: چون بالاخره متوجه شوم معنی واقعی عید پاک رستخیز عیسی مسیح است. پروانه با مادرش با زنها پیش قبر عیسی مسیح با شاگردان عیسی مسیح جمله توماس با پولس هم یه اندازه هستند. آنها ناگهان متوجه شدند که عیسی رستخیز کرده است و الان زنده است و این واقعیت زندگیشان تغییر کرد. عیسی آنها صدا کرد، مثل عیسی توماس صدا کرد، مثل عیسی پولس صدا کرد، مثل عیسی پروانه و مادرش صدا کرد، عیسی هم من و شما صدا کرد و ما بالاخره متوجه شدم که عیسی نه تنها مرده است اما زنده است و الان با ماست. عیسی تنها رهبر مرگ و زنده است. عیسی تنها خط بین زنده و مرگ از بین برده. عیسی رستخیز کرده است. او واقعاً رستخیز کرده است. آمین. خداوند متعال، از طریق معجز رستخیز پسرتان شما نجات خود را به جهان آورده اید. ما به درگاه تو دعا می کنیم. آزادی کامل و زندگی ابدی به ما برسید. از طریق پروردگار ما عیسی مسیح که با پدر و روح قدس زندگی می کند و برای همیشه اداره می کند. آمین.